آقای افغان، با معذرت که به این گپایت شما داخل شدم، یک مورد بر ما این خیلی مهم بود که میخواستیم از شما بپرسیم که یک مدت زیاد است که شما را از طریق رسانه نمیبینیم. بله. و زیادتر عزیزانی که علاقمند شما هستن میخواین که شما را ببینن و صحبتهای شما را بشنون، از صحبتهای شما مستفید شوند و دلیلش هم میخواییم. آیا بخاطر بچه استادم، بچه استاد اسلم خان، استاد ریاضی و استاد میراج خانه که میراج الدین خان استادای ما بودن و همچنان در پولیشان در زمان داوود خان، بدون از اینکه من فاکولته بخوانم، ما آمدم در کنارشان در مزار شریف درس میدادم و افضل صاحب، عدید صاحب می برای ما زنگ زد که تلویزیون آرزو آرزو داره که شما را بینم. تلویزیون آرزو را به این خاطر دوست دارم که اما مطالب فلسفی ما نشر کردین، که من گفتم دست چپ این چپیست راستیست، بالاخره ثابت ساختم، شما نشر کردیم با جرأتتان، علمای کرامم تاییدش کرد. چندین باری که از طریق تلویزیون شما نشر شده، تلویزیون ها را تمام جورنالست های خود دوست دارم، تمام تلویزیون های خود احترام دارم برشان، پلیسی از جورنال است که یکی مثلا ستاره قرآن میکشه، یکی دیگه ستاره افغان میکشه، او مربوط به پلیسی خودشان است. اما من انتقاد نمیکنم سر ژورنالیست های محترمم که خود خبرنگارا محترم هستن، اما ما به این خاطر با مطبوعات خداحافظی کردیم که ما میخواییم که حرفای خود که بگویم اول باید از ما سیاسی سوال نکنن، سیاسی از ما سوال نکنن، به خاطر که من نمیخوایم که کتمان کنم و پلیسی کنم و ای کنم و میخوایم واقعت تا بگویم. من وقتی که واقعت هم میگم، باز تلویزیون ها ظرفت زیر ندارن، باز زیر سانسور میکنن، چون تلویزیون ها اکثرا دور از شما نمیگم، دور از وان نمیگم. من همیشه یک عادت دارم که میگم از شما بی باشه، از تلویزیون شما بی باشه. تلویزیون های کابل خوب تلویزیون است، وقتی در کابل رفتم میگم از تلویزیون شما که تلویزیون آرزو خوب است، مردم افغانستان میگه از شما بی نباشه. من میگم من غایب بی میگم، حاضر خوب نه. یک کس انتقاد کرد چرا حاضر بی نمیگی، غایب بی میگی. گفتم چند بار تو پیش ما حاضر هستی؟ گفت یک سال پنج دفعه. گفتم پنج سال بی نیستی، 360 بار دیگه غایب هستی، بی هستی. از من کار ما سرچپ هست. مطبوعات به این خاطر نمیبرایم که اگر بخواین گپای علمی ما پرتن، ما حاضر هستم. گپای علمی ما میخواین، ما پروتکل میکنم من برای شما. هر روز معلم چیست، متعلم چیست، قلم چیست، انسان چیست، زندگی چیست، همه چیز درباره در گپ خود خواهد میکنم. همین جمله با سوال کنیم، در 49,888 مسلک من حرفی دارم. بله. و حرف من است، و حرف قرآن کریم است. قرآن کریم جوابگوی تمام نیازمندی هست. من خز مموز. بله. چون من بسواد هستم، آدم های باسواد گپ های دیگر رو میزنن، من نوکر کسی نیستم که بگویم کی چی گفته. تنها کلام خداوند است، ما بنده خدا هستم، تنها متکی به کلام خداوند هستم که همه چیز اوج است، تنها مخز اموج است. دیگه که پای کسی دیگر نمیدارم که پانشتای نبگویم عدیس هستم. خودشان محترم هستن، در زمانش محترم، در زمانش دانشمند بودن. امروز یک جمله دیگه میخواییم برتون بگویم. بفرمایید. یک طفل 15 ساله لایق است یا عدیسون؟ من میگم نه، طفل 15 ساله. بخواد یک طفل 15 ساله امروز اینترنت، تلویزیون، تیار، همه چیز میفهمه. 100 سال خالی ذهن است وقتی که اگر ادیسون است بخیز از قبر، 100 سال خالی ذهن است با وجود که برق گروپ جور کرده، با وجود که کلانترین مخترع و مادر جهان است، سرش افتخار میکنیم سر ادیسون یا دیگه دانشمند ها. این حالی وقتی 100 سال بعد مرام خواهدی کنن یک بنیان گذاری یک علمه کده من گمه موقع انکشاف کرد. این حالی به این خاطر ما که فکر میکنم ما شما پس علت در یک وجیزه گپ خود خلاصه میسازم، ما که پس ماندیم، علت پس ماندیم ما ایست که در افغانستان 100 نفر تولد میشه، 99 نفر نابغه میباشه، یک نفر آدم لوده و ساده. در خارج که 100 نفر تولد میشه، 99 تا لوده تولد میشه، یک تا نابغه. اونا کوشش میکنن نابغه را در اصل لوده مقرر کنن، ما میپالیم که یک لوده را در اصل نابغه مقرر کنن. به این خود ما پیش رفتن، ما پس ماندیم. خب گپ بسیار جالب بود.